بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده برنامه اسلام اقران از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدین روز شما بخیر باشه، خوش باشین و خوشی ها از تک تک شما باشه و از غم و مصیبت و از جگرخونی ها با دور دور باشین. خوشحال هستم باز همه بشیر سیرت با یک دیگر از برنامه های اسلام اقران به گونه زنده مستقیم تا یک ساعت در خدمت شما هستم و تمنا میبرم باشین و از داشته ها استفاده ها ببرین. آقای دکتر حافظ مفتی محمد ولی حنیف نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند با ما. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر، زنده باشید. شما به سلامت. شماره تماس برنامه را در روی صفحه تلویزیون تان میبینین. تا نیم ساعت اول میتونین تماس بگیرین و سوال و پرسشی که دارین بپرسین، جناب آقای دکتر پاسخ میگن. 020-220-1093 تماس بگیرین، موقعیت خوب اختیار کنین، جان سوال بگونین، بسیار فشرده و مختصر مطرح کنین و آرزوی شنیدن آواز ما را که تانا برفعلا از تلویزیون و رادیو نداشته باشین. تکرار برنامه های ما را فراموش نکنین. اولین تکرار برنامه شنبه ساعت 5 تا 6 بام داد و دومین تکرار پنجشنبه ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. تکرار اول روز شنبه ساعت 5 تا 6 بام داد و تکرار دوم پنجشنبه ها ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. چند سوال در حد توان برنامه یادداشت کردیم و منتظر تماس های شما هم هستم. جناب استاد، نوشیدن انرژی، نوشابه های انرژیزا نام نمیبریم، یعنی از نظر شرعی چگونه هست؟ آیا جواز شرعی داره نداره؟ از کشورهای خارجی میاد، مخصوصا در بعضی ها در قوطیش یا بوتلش نوشته است که ممکن اسپرم گاو داشته باشه و یا هم مواد دیگه، که یعنی مشخص نیست که اینا چگونه هست. نوشیدن این نوشابه ها از نظر شریعت چگونه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میبین در قرآن کریم خداوند کریم دستور داده با مسلمانا، یا ایوه الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله، که چیزای حلال و پاک و پاکیزه را استفاده بکنید، خوردنی باب، نوشیدنی باب، پوشا. یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ده حلال و حرام باید تابع شریعت باشین، پیروی نفس و شیطان نکنید. بله. دعایت شریف است: و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. یک از دلایل قدرت خدا را ببینید که قسم قسم گوناگون میوه ها برتان پیدا کرده، انگور، خرما، انار و غیره، از نوشابهش استفاده بکنیم. شکرانگی خدا را ادا بکنیم و کوشش کنن که انسان ها از میوه های طبیعی استفاده کنن، به صحتشان مفید است، و از چیزهای مصنوعی اجتناب بکنن. و در قسمت نوشابه ها که از کشورهای خارجی وارد میشه، ترکیبش را ببینن. ترکیب حلال باشه جواز داره، اما اگر در ترکیبش 1%, 2% الکل باشه یا مواد خبیثه حرام، که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، بعضی چیزایی که در شریعت حرام است، اونا را که در ترکیبش واقعا در اونجا متیقن باشین که بعضی چیزای ناپاک مخلوط ساخته، باز خوردن از او چیزا ناجایز است، باید اجتناب. سلامت کنم. اگر مجهول باشه، هیچ معلوم نباشه که چی هست، فقط بگونه ای که شاید مرا انرژی بده و توانایی و قوت ببخشه، اینا با در صورت که شک آمد، حدیث شریف از ده مایری بوک الا مالایری، چیزایی اگر کشورهای اسلامی صادرات و وارداتشان باشه که نمشته کرده باشن حلال، شرکت های اسلامی او را کشور ما وزارت تجارت و شاروالی متیقن باشن، خوردن از کشورهای اسلامی هیچ مشکل نیست. اما از کشورهای غیر اسلامی باید مسلمان ها باز کوشش کنن که خودم متیقن بسازن که چیز حلال باشه. چیزی که حرام باشه یا مشکوک باشه، تقوایی از کشتنا بکنه. سلامت. در قسمت نوشیدن آب جو که بنام بیر مشهور هست در بازارها، نظر اسلام و آیت قرآن کریم است: یا ایوالذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. در صورتی که حد سکر برسه و مسئله شراب باشه، مسئله شراب باز الکل که 1% باشه 100% باشه، یک حکم داره. در حدیث پیغمبر میفرمه که قلیل و کثیرش یک حکم داره، بنان حرام است، اجتناب بکن. سلامت باشین. خواندن دعای گنج العرش که در بعضی از کتاب ها آمده و نوشته شده، ای از نظر اسلام در آیت قرآن کریم است: و قال ربکم ادعونی استجب لکم و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. دعا عبادت است، مغز عبادت است، و خدا امر کرده که باید دعا بکنید که ما دعایتان استجابت بکنیم. ولیکن الفاظ شرعی صحیح که در قرآن و سنت ذکر است، مطابق حال و مناسب حال خدا باشه با ما الفاظ فصیح و بلیغ.
بعض دعاهایی که در احادیث ذکر شده اوراد و مسونه خوب باید از اونها استفاده بکنین. بعض دعاهایی را که اهل تصوف اونا به نام دعای گنج العرش و بعض چیزایی را که از صوفی کرام نقل است در روایت صحیح حدیث ثابت نیست. بعض الفاظشان هم مشکل زا است، بهتر است کورا نخوانند. اما دعاهایی که در قرآن و سنت ذکر است یا با ما الفاظ دری و پشتوی خود هر حاجت که داره است خدا بخواهد. وجود شما با سلامت. اولین تماس امروز، بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیک السلام ورحمت الله. سلام، من خدمت مختصر. شما با سلامت، بفرمایید. مشنیم محمد اکبر هستم از شورای شهیدان گرام. یک سوال داشتم از مختصر. نه، ما در خدمت هستیم، بفرمایید. سیده ما در چند جایی که همراه دوستان روبرو شدیم و بحث کردیم سر یکان موضوع دیگر موضوع زیادتر که جنبه اعتقادی داشته برای جنا گفتم که یا و گاهی خوردنش حلال است یا حرام است، کلپوره گوسفند میگیم سوال داشتم از مختصر که اگر خوردن از این حلال است در چی ثابت است و یا اگر نیست از روی چی استنباط کنیم که به طریقه درستش واضحش برای ما بفهمونیم که خوردن کلپوره گوسفند یا امثال از او از گوز اینا حرام است. و اگر حرام است دلیل واضح روشنش. وجود شما با سلامت، تشکر. بفرمایید استاد. ببینید در قرآن کریم برادر سپاره ششم سوره مائده آیت سوم است، خداوند کریم چیزایی که سر انسان ها سر مسلمان ها حرام قرار داده که در دسترخوان مسلمان نباشد چند چیز ذکر است. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، چندین چیز ذکر است. در یک حیوان حلال هفت چیز حرام است. یک چیزی که باید قرآن ثابت شده که حرمت علیکم المیتة و الدم، خون جاری. خون جاری. شش چیز دیگه است که در احادیث صحیحه در سنن ابی داود ثابت است، فقهای اسلام و به اساس از آیات سپاره نهم سوره اعراف و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث که از جمله خبائث می و شش چیز دیگه چی هستند؟ مسئله کلپوره گوسفند. استاد بمازد دارد فکر کنم دو چیز باید ذکر باشه. حالا باید علیکم المیت تو خود مرده و خود مرده خود حرام است، خونه است، لحم الخنزیر. مسئله امو شش چیز، اف چیزی که در یک حیوان حلال حرام است. مسئله خون است که باید قرآن ثابت است که حرام است خوردنش، خون جاری، دم مسفوح. و دوم چیز کلپوره حیوان که از گوسفند باشه یا از بز باشه، هر حیوانی که باشه. و سوم حرام مغز. چهارم همو غدود ما شما میگیم، تلخی و بعض مسئله آلی تناسلی قبول و دوبر اونا به حساب چی است. یعنی چند چیز مکروه تحریمی است در فقه حنفی، فتاوای شامی، فتاوای هندی مشتکدن به اساس یک حدیثی که از سنن ابی داود ذکر است و تحت زمی آیت و یحرم علیهم الخبائث. و یک کلپوره را کسایی که میخورن که نامرد باشن. سلامت باشین. خداوند مرد بسازه، نامرد نباشه. یک سوال داریم از چندین هفته پیش باقی مانده، باش سوال بخوانم. گفتن شوهری که خانمش را با تولد شدن دختر هفتم ترک کند و بعد از 17 سال دوباره بیاید، آیا بالای خانمش حقی دارد؟ سوال نه. یعنی سوالی است که یک خانم پیهم 6-7 دختر به دنیا میره. وقتی یک دختر هفتم به دنیا میره شوهر ترکش میکنه، میگه تو دختر زا هستی. ترک میکنه میره 17 سال گم میباشه، بعد از 17 سال باز دوباره پیدا میشه. یالی جناب سرش خانم سوال کرده که آیا این شوهر سر من حق داره یا نداره؟ از نقطه نظر شرع استاد با مزه یک سوال تماس بگیریم. ما شما برمیگردیم. بله فرزانه خواهر بفرما. بله سلام علیکم. بخیر. شما با سلامت. علیک السلام رحمت الله. بفرمایید. مشنم مرسل. صبحتین بخیر. بفرمایید سوالتانم. بله ما مشنم. بفرمایید. برادر عزیز، فرزانه هستم از شهر پلخمری به تماس شدیم. میفهم که خوراک قند تماس شما به خاطر سوال است، نه کدام پیشنهاد یا حرف دیگه. بفرمایید که وقت ضایع میشه. بله فرزانه خواهر، خب تماس شما قطع شد. خوب است که در اولین فرصتی که همکارای بخش تکنیک از اتاق فرمان شما را با ما وصل میکنن، بریم به طرف طرح سوالتان. با یک ادای احترام به جناب آقای دکتر و جمعی از بیننده ها
سوال تر مستقیم مطرح کنید، ما سوال شما را میداشته باشیم. فرزانه خواهر، دوباره اگر سوال تماس شما برقرار شد ما منتظر تماس شما هستیم، بفرمایید. سوال ببینین، به اساس آیت قرآن کریم آیت 49 سوره شورا سپاره 25 لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. پاچایی از خداست، هر چیزی که بخواه پیدا میکنه، کسی را پسر میده، کسی را دختر، کسی را تنها پسر، تنها دختر، یا هر دویش یا کسی را عقیم نازا میگرده. بنانی برادر که به حساب بدبخت به همت که 17 سال ترک خانه کرده، ای از شریعت آگاهی نداشته، از خدا حیا بکنن. مسئله از لحاظ شرعی دختر دادن، پسر و دختر هر دوش نعمت است، ولد صالح از طرف خداست، و لحاظ از آدم شکرانگی بکشه، و از لحاظ طبی خو مسئله کرموزهای یک سوای مرد ملامت است، یک موضوع، و دیگه مسئله فقیش که 17 سالی در خانه نبودن از چند حالت خالی نیست. اگر خانم خود طلاق نداده باشه، خلع صورت نگرفته باشد، تفریق قضا صورت نگرفته باشد، مسئله طلاق واقع نشده، نکاحشان اجازت چی دارد؟ دوام دارد. در صورتی که خانم پیشنهاد طلاق است به سبب غیابتش، به سبب ضررش که عدم نفقه نداده، سکنا و چیزایش، در تفریق قضا صورت نگرفته باشد، نکاحشان ادامه داره. اما اگر خانم پیشنهاد طلاق در محکمه رفته باشه، صورت تفریق قضا صورت گرفته باشه، در او صورت باز جدایی در بین شده است. فرزمی، متن سال شد معلوم میشه که یعنی بس خلام هم مطرح نیست و خانم بس تفریق هم مطرح نیست، شوهر گم بوده، این نامرد ما شما گفتین 17 سال دوباره آمده، حالا حق داره سر بی خانم؟ در صورت که خلا تفریق قضا صورت نگرفته باشه، شوهرش هست، ولی که از خدا حیا بکنه. اما احکام شریع حقوق زوجه رو باید در نظر بگیره. شما با سلامت. رمضان برادری خط تلفن هست. بله بفرمایید رمضان جان. بله. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. شما با سلامت. مشنیم بفرمایید. ما میفهمیم. بفرمایید. هم حرف بیشتر دوباره به شما. بفرمایید بفرمایید. سوالی داشتیم برادر عزیز که همه قرآن کریم و همه بعض کتاب را که میخوانی چی سوره را بخونی که حافظه خوب شود؟ خب خب، به خاطر قوی شدن حافظه چی سوره ای را بخونین؟ بفرمایید استاد، سوال شما گرفتید. امام موکی صاحب با استاد خود امام شافعی صاحب میگم، من شافعی صاحب میگه که امام شافعی رحمت الله علیه با استاد خود من شکایت کردم کمی سوی حافظه خود، باز اونا گفت تقوا را انتخاب بکن، ترک معاصی. چی مانا؟ تابعی اوامر و نواهی خدا را انجام بده، اوامرش انجام و از نواهیش اجتناب بکن. و این وقت نماز، تلاوت قرآن کریم، ذکر اذکار یک موضوع. دوم، استفاده کردن از مسواک و یام در حافظه و استعداد آندم رول داره. و دیگه سوره انشراح، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، این را زیادتر بخوانند. دیگه دعای موسی علیه السلام، رب اشرح لی صدری و یسر لی قولی و یسر لی امری یفقه قولی. امید آیت شریف را بخوانن، انشاءالله در حفظ و حافظه ایشان به سلامت باشین. نماز تحیت الوضو چه وقت خوانده میشه جناب استاد؟ وقت یک از جمله مستحبات است. یک انسان وقتی که وضو میسازه، وضو سبب کفاره گناه های صغیره انسان میشه، ان الحسنات یذهبن السیئات، و هر قدمی که میگذاره به طرف مسجد میاد، در هر قدمش ثواب و یک گناه صغیرش معاف میشه. و به خاطر شکرانگی که خدای را توان داد که وضو گرفت و طرف مسجد آمد، دو رکعت نماز میخوانند. مستحب است که وقتی که هر نمازی را وضو ساختین در مسجد آمدین، تحیت اگر خانم بود چی؟ در خانه بخوانن، به حساب در خانه بخوانن دو رکعت، در حد استحباب است، یعنی مستحب است. سلامت باشید. یک تماس داریم. نامش چی گفتین همکارا؟ نام برادر؟ وایس احمد برادر. وایس جان بفرما. سلام احترام خدمت شما و در سطح تقدیم میکنم. متوجه نشدم پیشتر در سطح در مورد خواندن دعای گنجلهه را شو گفتم. من خودم هم یکی از اشخاص هستم دعا را میخوانم. پیشتر گفتن اگر در این مورد یک معلومات بتن که خواندن از جایز است یا نیست. سلامت، چقدر خوب است که دوستا همه تو دقیق برنامه را ببینن و با دقت تمام دنبال کنن. ای تو بیننده خوش آدم میاد. سلامت باشید.
بفرمایید. برادر قبلا گفتیم دعا صلای مؤمن است. بله. دعا عبادت است، مغز عبادت است. خدا خوش میشه که بنده زیاد دعا بکنه. خدا امر کرده که شما دعا بکنید، عریضه طلب. او دعا عریضه طلب پیش کنید که من اجابت بکنم. و در دعا با شرط است که مو الفاظ و مو فصاحت و بلاغت که مناسب حال خداست. که در قرآن و سنت آمده او باید ذکر شه، خوانده شه. بعض دعاهایی را که اهل تصوف به نام دعای گنج العرش، بعض دعاهای هفت هیکل و غیره ذکر کردن، الفاظ عربی است، اکثرش درست است معنایش، ولیکن بعضش در مسئله وسیله و بعض مسائل عقیدتی ذکر است. باز بعض علما میگن که یا روایت صحیح در احادیث ثابت نیست از پیغمبر صحابه کرام، بهتر است که ترک شه، اما دعاهای خوانده شه که در احادیث ثابت است. یعنی در حدیث ثابت نیست خواندنش، شما قدر یعنی تاکید نمیکنین بجازی دعای خوانده شه در قرآن در احادیث ذکر هست. وجود شما به سلامت. خب یک سال داریم. از چندین هفته پیش مکاهر پرسیدن از پنتون جلال آباد، گفتن بعد از نماز وتر واجب میگن که دو سجده شوه و در هر سجده پنج بار سبوح قدوسان امی الفاظ گفته شوه، هیچ قدر با معیارهای شرعی برابر هست؟ از نقطه نظر شریعت نماز خواندن خودش عبادت است، سجده شکر است. وقتی که نماز خلاص شد در طریقه مسنون است که سلام گشتادین، دعا کردین، نماز تمام شد. اما در بعض حالات ها کسی سجده شکر میکنن. در بعضی کتاب ها فقها ذکر کردن که در حدی که التزام نباشه او به شکل دائمی نکنین، یک نعمت را خدا با شما کردن او مهربانی کردن، شما بعدای شکر یک سجده میکنین، چیز مشکل نیست، مستحب از جواز داره. اما به شکل التزام که همیشه این کار انجام بدین بعد از هر نماز سجده کردن، بازیر علما میگه بدعت شما به سلامت. ولی عثمانی پرسیدن جناب استاد که در ایام حج و رفتن در حج، اگر خانم مردی با خانمش همبستر میشه، آیا این به حجش مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ به اساس آیت قرآن کریم الحج و اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج اما وقتی که به حجاج به حج میرن، خصوصا حجاج ما شما عمره میکنن، در وقت عمره ادای عمره باید هم صحبت نشن، یک موضوع. و بعد از اینکه عمره خلاص شد، باز تا وقتی که هشتم ذوالحجه روز عید حج پنج روز رسمی داره، هشتم ذوالحجه، نهم ذوالحجه، دهم، یازدهم، دوازدهم، در این پنج روز رسمی باید همبستر نشه. در دیگر روزا جواز داره. اگر تنها با خواندن فرض اکتفا شوه و ترک سنت شوه، نظر به مجبوریت هایی که می باشه دیدگاه شما چیست در مورد؟ بعد نماز خواندن. در نماز خواندن. از نقطه نظر شریعت باید فرض هم بگیرین، واجب هم، سنت، مستحبات. در بعضی حالت ها که وقت زیق می باشه یا مشکلات امنیتی می باشه، ترک سنت یک وقت دو وقت چیز مشکل نیست. اما عادت جور کردنش باز خلاف است. وجود شما با سلامت. تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. من خوب هستی جان عزیز. یه سوال داشتم سابقاً. بفرمایید. قربان شما. بفرمایید در خدمت شما. سوال امید، من میخواستم قربانی کنم، پدرم میگم و ما کنم میکنیم، از تو قربانی کنیم، قربانی تو نمیشه. خب امی پیسه ایت از خودت هست یا از پدرت؟ پیسه ما از خودم هست. شما با سلامت باشین. بفرمایید صدقه. انشاءالله احکام قربانی را در جمعه بعدی به شکل تفصیلی فعلا طور مختصر بگویم. در مطابق فقه حنفی بالای هر کسی که صدقه فطر سرسایه واجب است، قربانی سر از اونها لازم است. یک فرقی است که در صدقه فطر پدر باید از کل اولادای صغیر خود صدقه فطر شود و کبیر هم میتن استحصالا جواز داره، از خانم و خود و غیره باید خانم و سر کلانش خودشان بتن. ولیکن در قربانی تنها سر خودش لازم است که قربانی تنها از طرف خود بکنن، از طرف خانمش، بچه کلانش سرش فرض واجب نیست. و یک پسر است، اگر خودش جدا هستن، خانه و فامیلی صاحب نصاب است، پول داره، خودشان به حساب میتونن قربانی بکنن، یک وجیبه اسلامی است، فضایل زیاد داره. اما اگر پدر و مادرش ناتوان است، صاحب نصاب نیست، بهتر است که یک خودش که وس دارن یک حصه دو حصه به نام پدر مادرم به حساب قربانی بکنن، خوبتر است. اگر این توان یک حصه را داره،
بچه باید اول بر خود بکنن. در قدم دوم اگر وس دارم با پدر و پدر شما کنم. سلامت. دو نکته می خواهم یاد آور شم دوستای عزیز. یکی که امروز برابر است به اول ماه ذوالحجه الحرام، ما در مورد دیروز در برنامه آتش یک برنامه مفصل با آقای دکتر استاد کلانتری داشتیم، غلام الدین کلانتری، موضوع را بر نیم ساعت روش بحث کردیم و ویدیوش در یوتیوب و در صفحه اسلام و قرآن موجود است. دوستا میتونن غرض آگاهی بیشتر به صفحه ما مراجعه کنن و در ارتباط با فضایل و برکات دعای ذوالحجه برنامه را ببینن در یوتیوب و هم در صفحه فیسبوک. سوالاتی که مربوط به قربانی میشد که فعلا ارسال کردین و یا در جریان هفته، چون هفته بعد ما موضوع بخش دوم ما قربانی هست، در امروز انشاءالله این برنامه را به بحث میگیریم. امروز برابر است به اول ماه ذوالحجه و از فضایل بسیار زیادی برخوردار است. دیروز صحبت شد و انشاءالله شنبه بعد روز عرفه هست. یک سوال داریم در مورد استاد آل بیاد محمد، می یادداشت نگرفته بودم که امین نوروز روزه گرفته شود تنها اکتفا به روز عرفه شود. به اساس آیت قرآن کریم والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر، در اینجا مفسرین خدا مفسرین کرام میگن که خداوند کریم به پنج چیز قسم خورده: به صبح، به ده شبهای ذوالحجه و به روز عید، به روز عرفه. باز مفسرین کرام میگن که محدثین کرام روایت است که بهترین روزها که در او عبادت شه، روزه گرفته شه، در روایت آمدن که همه کسی اگر کسی توان دارد در روزه روزه بگیره، نو روزه که بر شمول روز عرفه، فضایل زیاد داره، برکات زیاد داره. و همچنان اگر هیچ کس توان نداره روز عرفه را باید روزه بگیرن که هفته آینده روز شنبه بخیر میان که دو سال گناه های انسان کفارش بخشیده میشه، سال گذشته و سال آینده. و یک نکته دیگر هم کسایی که قربانی نیت قربانی را داره، با در حدیث شریف یک توصیه در حد استحباب شده که موی های بدن خود ناخدای خود نگیرن به خاطر که هم کفاره گناه هایشان میشه. شما با سلامت باشین. خب دو دقیقه فرصت داریم و دو سوال باید مطرح کنیم. سوالی داشتیم از هفته های پیش، یکی از دوستا پرسیدن که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام جعفر صادق بود، پس چرا امام ابو حنیفه اهل تشیع نیست؟ بخاطر اینکه امام جعفر صادق یکی از امامای اهل تشیع به همه علمای کرام مجتهدین احترام لازم است. اما ایت نمیشه که یک موضوع دو موضوع از یک استاد یاد گرفتیم دیگه پیره و زو باشیم. خب بین امام صاحب بین شاگردایشان خیلی اختلافات فقهی بودن. و ای رو به همه مذاهب امام جعفر صادق هم از جمله تابعین بودن، علمای جدید بودن. امام ابو حنیفه یک دو سه چند روایت را زنال کردن. در بعضی روایت است که امام ابو حنیفه تقریبا 4000 استاد داشت. ببینین از جمله تابعین، تبع تابعین، از صحابه کرام نقل کردن، احادیث روایت کردن. و دیگه همشان اونا مجتهدین کرام بودن، علمای اهل حق بودن، پیروی هر کدامشان فقه حنفی و فقه جعفری، فقه در جمله فقه هشت فقه مذاهب اسلامی است، پیروانشان مطابق هر دو مذهب که پیروی میکنن حق هستن. و دیگه دامن زدن به این مسائل خرد و ریزه سلامت باشین. خانم پسری را فرزندی گرفته بود و حالا این پسر جوان شده، نشستن با این پسر از نظر شریعت بان که شیر نداده، از نظر شریعت وقتی که جوان شدن دیگه او حیثیت نامحرم است، اجنبی است، نشست و برخاست، خلوت کردن با اونها جواز ندارم. سلامت باشین. همکارا فرصت داریم یک دو سوال پرسان کنیم؟ خب یک سوال دیگه استاد، در هفته گذشته شما گفتین که قانون مدنی افغانستان میگه که اگر فرد محرم میراث شده باشه، در قانون که نو فعلا توشیح شده و تصویب شده، برای فرد قانون مدنی افغانستان حق میده. برادری پرسیدن که این قانون از چه وقت، از چه زمانی میتونه مریول اجرا باشه؟ ببینین جناب سیراست، در فقه میراث ما یک بحث داریم، حقوق میراث. شرایط میراثی است که فوت مورث، پدر وفات شه، وارث زنده باشه، موروثه، متروکه یا ترکه موجود باشه. و وقتی که یک پسر وفات در حیات پدر خود وفات میشه، بازو پسر داره، یعنی نواسه پدرش است، اونا دست از لحاظ شرعی از میراث نواسهش محروم میشه، از خاطر که در وجود پسر به پسر پسر چیز داده نمیشه، اونا محجوب میشن. باز یک صورتش در فقه و در قوانین مدنی افغانستان، قانون مصر، الجزایر، سودان است، بررسی وصیت واجب و بالای پدر کلان واجب است، لازم است که وصیت بکنن به مینواسای خود، به مو بچیش که وفات شده، از ثلث ما بقیه که یک چیزی مقدار مال از منقول و غیر منقول به منواسای خود وصیت بکنه. وجود شما با سلامت. برنامه ما تمام نشده، نیم ساعت دیگه هم ادامه داره، اما وقفه و پس از وقفه
نشر اذان زار به افق شهر کابل و در ادامه بحث و صحبت ها با آقای دکتر. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. قبلا هم عرض کردم بعضی از دوستا اعتراض کرده بودند که چرا امروز برابر از به اول ماه ذوالحجه الحرام چرا موضوع راجع به فضیلت های این در روز نگرفتین. قبلا گفتیم که ما دیروز در برنامه آتش این مورد با جزئیاتش صحبت کردیم و برنامه در یوتیوب و در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن هست. قسم و احکام آن این مورد بسیار مهم هست. دوستا چندین بار خواهش کرده بودند که در یکی از برنامه ها ما باید موضوع برنامه قرار بدیم که امروز خوشبختانه خداوند ما را این توفیق نصیب کرد. آیاتی که انتخاب شده در راستای موضوع و در راستای باز شدن موضوع آیات 87 و 89 سوره مائده پاره 7 هست. جناب آقای دکتر آیات تلاوت کرده بعدش سوالاتی که شما هم ارسال کرده بودین هست. انشاءالله یکی پی دیگری از جناب آقای دکتر میپرسم و تمنا میبرم باشین و استفاده ها کنین. این مورد بسیار مهمش به ای است که استاد در افغانستان خواه همی قسم عادت شده در هر گپ بخاطر ای که یعنی ما مال خدا یک اعتبار بخشیم قسم میخوریم، بخاطر ای که خود ما شخصیت بتیم قسم میخوریم و بعضا هست که عادت قسم عادت شده. با تمام این موارد انشاءالله تا نیم ساعتی که در خدمت شما هستیم میپردازم، فقط دقت شما را نیاز داریم. بفرمایید جناب آقای دکتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سپاس شکر. تشکر از شما بیننده و شنونده اسلام و قرآن به گونه‌ای زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. قسم و احکام آن در پرتو فقه اسلامی مورد بحث یا موضوع بحث ما در این فرصت هست. ترجمه و تفسیر آیات مبارک چیست جناب استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که تلاوت شد خداوند کریم سه موضوع را بیان میکنن. یکی که مسئله ترک دنیا در دایره حدود الهی میگه جایز است و اگر نباشد جایز نیست، یعنی افراد و تفرید نیست. تزهید در دنیا، ترک دنیا با ما اندازش دنیا را وسیله آخرت قرار بده. و دو موضوع تحریم حلال است. چیزایی که حلال خدا حلال قرار داده او را حلال بدانید، چیزایی که حرام است او را حرام، چیزای حلال حرام ندانید باز مطابق مخالف نصوص آیات قرآن حدیث است، موضوع در کفر میرسه. و قسمای ناحق هم نخورین. وقتی که یک چیز حلال میگین که من نمیخورم یا نمیپوشم، باید قسمتان را بشکنانین، کفاره بدین. و سوم موضوع مسئله تعریف قسم، انواع قسم، کفاره قسم، در کدام حالت قسم خوردن جواز داره، در کدام حالت جواز نداره بیان میکنم. در آیت اول خداوند کریم میفرمه یا ای الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ای ایمانداران حرام قرار ندهید چیزهای لذیذ، چیزهای حلال را که خدا براتون حلال کرده در قرآن و سنت ذکر است، او را سر خود بخواندن قسم های ناحق، نظر کردن های بیجا او را حرام نگردانید. ولا تعتدو، از حد تجاوز نکنید. حتی در سوره تحریم به پیغمبر گفتند که ای و نبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مردات ازواج. انسان باید تابع مسلمان، تابع شریعت باشد در حلال و حرام، خوراک، پوشاک، لباس و غیره. ان الله لا يحب المعتدين، بیشک خداوند کریم پسند نمیکنه از حد تجاوز کنندگان. و کسایی که از حدود شریعت
در باب تحلیل و تحریم باید تابع قرآن و سنت باشین. بس خود پیروی نفس و پیروی شیطان در این مسائل نکنین. باز امر میکنه و کلوا مما رزقکم الله و بخورید از چیزهایی که خدا حلال گردانیده برای شما، پاک و پاکیزه است، از او استفاده بکنین. خوردنی باب باشه، نوشیدنی باب باشه، پوشاک باشه، چیزهای حلال و پاک و پاکیزه را. و از خدا بترسین و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون و بترسید از خدا، از در پیرو شریعت باشین، اوامر خدا را عمل بکنین و از نواهیش اجتناب بکنین اگر ایمان دارین از صدق قلب. در آیت آخر میگن که یا لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، قسم ذکر میکنن که قسم لغو، باز قسم به سه قسم است، قسم لغو، قسم غموس، منعقد، که هر کدامش از خود تعریف و حکم داره. میگه خدا مؤاخذه نمیکنه شما را، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، مؤاخذه نمیکنه شما را خدا به قسم هایی که بی قصد و بی اراده باشه. چی مانا که هیچ نیت قسم نداری و به زبان تکیه کلام شده والله این کارو میکنم والله این کارو نمیکنم، به این قسم شما را خدا مؤاخذه نمیکنه. اما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ولی مؤاخذه میکنه شما را خداوند کریم به قسم هایی که پخته کردید. چی مانا قسم منعقد؟ که به قصد و اراده الفاظ شرعی قسم ادا بکنین که داینده ای کار من میکنم یا نمیکنم. باز خلاف قسمت کار کردی، قسم شکستاندی، باز باید کفاره بدید. اما جزایش فکفارت و پس وقتی که شما حانس شدین، کفارتان خلاف قسمتان کار کردین، ترک کردین، باز کفاریش چی است؟ اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون، ده مسکین از طعام متوسط، دو وقت صبح و شام نان میتین، یک او کسوتهم یا ده جور لباس، همون لباس در حد متوسط که ستر عورت شه، نماز جواز داشته باشه، او تحریر و رقبه، سیوم چیز یا غلام اگر باشه غلام آزاد بکنین. از سه چیز هر کدامش که انتخاب میکنین، ده مسکین نان دادن دو وقت یا ده جور لباس یا آزاد کردن غلام. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، پس هر کسی که سه چیز توانش نداشت با سه روز روزه بگیره. در یک روایت آمده متتابعات سه روز پی در پی که امام بنیفان به این نظر است. ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم، این است کفاره قسم های شما هرگاه که قسم خوردید و حانس شدید. در آیت اشاره است وقتی که قسم خوردید قسمتان شکستاندین، بعد از او کفاره لازم میشه. یعنی پیش از شکستاندن قسم کفاره لازم نمیشه. باز دیگه دستور میده و احفظوا ایمانکم، و از خدا بترسید. چیزی را که قسم خورید باید پابند باشین، بدون عذر شرعی طبیعی را نشکنانین. کذالک یبین الله لکم آیاته، چنین بیان میکند خداوند کریم برای شما احکام خود را، احکام شریعت، لعلکم تشکرون، تا شما احسان بپذیرید، شکرانگی خدا را بکشین که در همه مسائل احکام و دستورات الهی برای شما است به خاطر سعادت دنیا و آخرت. وجود شما به سلامت. بیننده و شنونده یه برنامه اسلام اخوان با گونه زنده مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. قسم و احکام آن در پرتو فقه اسلامی موضوع بحث ما بود و هست. نکات کلیدی آیات مبارک، نکات کلیدی سه نکته است. اول خود ترک دنیا. میبینین نمی ترک دنیا و رهبانیت گوشه‌نشینی تا حدی را پسندیده است، اتنی که بخی ترک دنیا بکنین از آخرت به حساب مشغول آخرت باشین، مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی را ترک بکنین. اینجا گفتن چیزایی که حلال است پاک است بخوره. اما در حدیث شما داریم ساد که لا رهبانیت بله. اسلام اینجا قید از بین میبره. بله ات به حساب افراد نکنین که بخی ترک دنیا بکنین. خب ات غرق دنیا هم نشین، الهاکم و تکاثر حتی زورتوم، ات در حد اعتدال بله. دنیا را من حیث یک وسیله قرار بدین، هدفتان هدف زندگی آخرت باشد. و دوم چیز تحریم حلال بر سه قسم است. چی مانا؟ شما اول در باب تحلیل و تحریم تابع شریعت باشین. چیزی که خدا و رسول حلال دانسته او را حلال بدانین، چیزی که حرام است حرام است. حلال خدا را حرام ندارین. مثلا یک چیزی حلال است شما از روی عقیده و میگین حرام است، خب مسئله کفر است، از دار اسلام خارج میشه. یا یک چیز حلال است شما قسم میخورین که من نمیپوشم یا نمینوشم یا نمیخورم، یا باید هم قسمت بشکنانی، باید او را بخوری و کفاره قسم بدین. یا بعضی چیزایی است که از لحاظ عقیده ندارین که چیز حرام است یا چی، از لحاظ عملی اگر مریض بودین رژیم غذاییش دکتر شما را پرهیز کرده چیز استفاده نکنین.
در صورتی که مسئله معالجه باشه، پرهیز غذایی باشه، دکتر توصیه بکنه، در اون صورتی مسئله جواز داره، هیچ گناهی نداره. اما در صورتی که هیچ عذر شرعی صحیح نداشته باشه، یک چیز حلاله، تو بگی من نمیخورم، قسم بخوری، بعد قسمت بشکنونی، او چهار انجام بتین. و سوم موضوع مسئله تعریف قسم، انواع قسم، کفاره قسم. خود بفرمایید در مورد قسم و انواع قسم. در علما فقهای اسلام اول تعریف قسم چی میگن که انسان به زبان گفتن نام خدا را والله بالله تلای به می سه الفاظ، یعنی قسم می سه تاس والله بالله تلا به می سه الفاظ یا به ذات خدا یا به یک صفت خدا قسم بخوره که من این کار انجام میدم یا نمیدم. صفت خدا من چه؟ مثلا خدا را حاضر و ناظر میبینیم، خدا حاضر است که کار نکنه، یعنی این قدجمی قسم می صفات خدا را. بله، به ذات خدا یا به صفات خدا. اما ما مزد جناب استاد یعنی جسارت نشه، یعنی قسم شریع شما پیشتر گفتین که سه حرف است، والله بالله تلا، پس صفات خداوند است کجا شد؟ مثلا بس میگیم اشهد بالله، بعضی خب اونجا بس او بالله خوجا مد، یعنی خدا حاضر است که ما می کار نکردیم. بله. خب پس یعنی با این سه حرف برابر نیست. ببین به نام به ذات خدا و به صفات خدا، علما میگن که ذات خدا را یا صفات خدا را به او قسم بخورن، او را شاهد قرار بدن، قسم درست است. به سه لفظ که در آینده ای کارا میکنم یا نمیکنم، باز خلاف قسم خود انجام داد، قسم شکست، کفاره داره. باز قسم به سه گونه است. یکی قسم لغو، همین قسمایی که بی قصد و بی اراده باشه، تکیه کلام است که والله ای کارا میکنم یا نمیکنم. باز نحوه بی حرمتی به نام خداوند نیست، خلاف گناه نیست، خلاف ادب است، خلاف تقوا است. در آیات قرآن کریم میگه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نام خدا را وسیله قسم های نگردانید. قسم از خود مورد دارد در وقت ضرورت به خاطر تاکید کلام و هم در مجلس قضا که قاضی از پیشت خواست. مثلا قاعده فقهی داریم البینت علی المدعی و الیمین علی من انکره، جالب مقابل که سر دعوا کرده بینه، سند، قواله، شاهد نداره، قاضی با جالب مقابل میگه قسم، حیطو قسم بخور در اونو محکمه. اما در هر مسئله خرد و ریزه قسم خوردن خلاف ادب است، به خاطر تاکید کلام در محکمه اون اصل شرعی است. این قسم لغوه که در شریعت بی قصد و بی اراده باشه، خدا مؤاخذه نمی کنه، در دنیا جزا نداره. اما انسان خلاف ادب است، نام خدا را بی جای استعمال نکنن. یک موضوع. دوم قسم غموس. قسم غموس چیست؟ که با دروغ قسم بخورین در زمان ماضی گذشته یک کار نکردی، قسم میخوری که ما این کار کردیم. یک مثال بزنیم. در اینجا میگه والله در یک ماه پیشتر ما این کار کردیم، او کار نکردی. در اینجا دو گناست، یکی خود دروغ گفتیم، یکی قسم ناحق. در اینجا باز در دنیا جزا نداره. کفارش غموس از غمس گرفته شده، غمس به معنی غوطه دادن، یک کسی را داخل آتش تاختن. در آخرت با جزایش و سیوم قسم، قسم منعقده که در حال یا در آینده ای کار نمی کنم یا می کنم به قصد و اراده، والله بالله تلای، باز در اینجا مؤاخذه میشه. وقتی که قسم خود شکستان، باز این سه کفاره داره، یا ده مسکین دو وقت نان بده، یا ده جوره لباس، یا سه روز روزه بگیره. وجود شما به سلامت. ادامه حرف و حدیث با جناب آقای دکتر پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام اقرار نه به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین، نزدیک به 40,000 لایک دارد. امی صفحه مربوط به ما میشه و شماره تماس واتساپ ما و شماره تماس در جریان هفته در خدمت شما هست 0782224710. قسم محکم آن در پرتو فقه اسلامی موضوع این مقطع ما هست. جناب استاد بعضی از عادت ها هست و بعضی ها عادت شده که مثلا میگه که با قرآن امیر گپش یا در یک دکاندار است میگه یمی جنس اصل است یا بدل، آنم قسم میخوره. خب یا قسمش میشه که برابر به مو قسم شرعی باشه که والله و بالله و تلا، یا هم به قرآن کی اصل است، به قبر پیغمبر کی اصل است، یا به سخی، چیزی که معمول هست، عرف هست، امی الفاظ یاد میکنن. یاد کردن این گونه قسم ها و این گونه الفاظ شما از نظر شرعی چگونه میدانید؟ ببینین اول خود لازم است به هر مسلمان که نام خدا جمله شعائر دین است، تعظیمش لازم است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دوم قسم تنها به نام خدا میشه، والله بالله تلای. و هر کسی که به غیر از نام خدا که به کعبه، به نام پیغمبر، به قرآن، به مسجد، به شرافتت قسم، به سر اولادایت قسم، به سخی جان قسم، این کل شرک است.
من حلف گناهی کبیر است من حلف به غیر اسم الله فقط اشرک خوب. پیغمبر گفتن هر کسی که قسم به غیر از نام خدا بخوره شرک است اگه عادتش بود چگونه ببینید این عادت مسلمان احکام شریعت باید یاد بگیرن تابع شریعت باشن اما گپایی که الفاظ کفری شرکی است باید اجتناب بکنن دارالاسلام دارالعلم است عذر بی سوادی عذر شمرده نمیشه یک موضوع دوم در رابطه با خرید فروشش کسایی که مال خدا توسط قسم های ناحق مفروشند در قرآن کریم سپاره سیوم صفحه آخرش ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم کسی که توسط قسم های ناحق مال خدا سر مشتری مفروشه مشتری به نام از اینکه برو قسم به خدا خوردی دروغ نمیگن مال خوب است مال صدر پر 300 مفروشه مال بی کیفیت و خدا با کیفیت تلقی میکنن خداوند کریم میگه اینه که خود در مال از او خیر برکت نمندازه در سرمایش دیگه خدا نظر رحمت با او صحبت در روز قیامت صورت نمیگیره و عذاب علیم در انتظارش است بنان از نقطه نظر شریعت در خرید فروش قسم های ناحق خوردن غش کردن خیانت کردن جعل و تزویر نارواز حرام است یک واد قضیه دیگه قسم های ناحق صح گناهی کبیر سلامت باشین ما سوالات بسیار زیادی داشتیم در هفته های گذشته که مثلا بعضی ها بعضی خانم ها میگفتن که شوهرم گفته که من زن طلاق باشم میگم به نحوی قسم هست جناب استاد من زن طلاق باشم اگه این کار نکنم یا زن طلاق باشم اگه دیگه تو خانه پدرت بری باز این یاد کردن این لفظ چی ایران باز علما فقها میگن اگه در عرف از اون مردم مسئله طلاق که ذکر میکنن نیت و مرادشان قسم باشه قسم است قسم حساب میشه اما اگر نیتشان قسم نباشه مسئله طلاق باشه اونو باز طلاق از خود انواع و اقسام مختلف داره که طلاق صریحی است با این است یک طلاق احکام مختلف دارن به حساب واقع میشه سلامت باشین حکم قسم چی هست حکم قسم جواز داره در وقت ضرورت به خاطر تاکید کلام در محضر یا در مجلس قاضی وقتی که قاضی از پیشت بخواهد یک کس دعوا کردن دعوای حقوقی به خاطر اثبات دعوای حقوقی چند چیز ضرور است کسی که مدعی است دعوا میکنن باید بیینه اسناد قوالی شرعی قوالی عرفی داشته و شاهدا بیاره به خاطر ثبوت قضیه حقوقی خود اگر نداشت با جانب مقابل قاضی میگه والیمین البینت علی المدعی والیمین علی من انکر مدعا علیه جانب مقابل میگه وقتی که شاهد نداره سند داره خیلی تو نداره خیلی تو قسم بخو اینا دو وقت لازم است که باید به خاطر قسم خوردن از نظر شما وقتی که واژه ضرورت به کار بردین به معنی تنها در محکمه قسم خوردن در محکمه به خاطر اثبات حق خود احقاق حق خود به خاطر که حق تلفی نشه به خاطر تاکید کلام ثبوت حق جواز دارد اما در عام مسائل گپای خورد و ریزه بهتره است که قسم ناحق نخورین نارواز حرام است ولا تجعل الله عرضه لایمانکم دیگر در کارهای نیک قسم میخوری که من این کار نمیکنم نه قسمت بشکنن باید او کار بکنم در کارهای بد یا کار بد است که باید نکنین تو قسم میخوری که من میکنم مثلا به خاطر قطع صله رحم یک کس قسم میخوره که من والله بالله تلای یا زنم سرم حرام باشه اگر دیگه خانه کاکاین برم طور مثال یک مثال بزنیم واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام از خدا بترسین قطع صله رحمی نکنین قطع صله رحمی گناه کبیر است باید شما صله رحمی بکنین که رزق و روزیتان زیاد شد در عمرتان خیر و برکت وقتی که قسم والیمی آیت شریف است ولا تجعل الله عرضه لایمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس که قسم بخورین یک کار نیک ما نمیکنم من رفت آمد صله رحمی پس چی کنه باید قسم خدا بشکنانه یعنی بره اول بره قسم خدا بشکنانه اونجا بره کفاری قسم کفاری قسم شبته یک سوال دیگه در ذهنم گشت خیر باز ان شاء الله به ذهنم خاطر آمد کفاری قسم بگو اینجا مثلا کفاری قسم در موعد شریف خود سه چیز ذکر کردن که ده مسکین دو وقت نان دادن یا اگر نان نمیتونه و صدقه فطر کفاری روزه را که خورد کم یک چاره گندم یا قیمتش به فقرا بدن و دوم چیز ده جور لباس حد متوسط که مستر عورت و نماز خواندن جواز داشته باشه یک پیران یک تنبان به مردها به خانم ها و پیران و تنبان یک چادر و سوم چیز آزاد کردن غلام حالا فعلا نیست همین دو چیز اول
و این دو چیز اگر نبود باز در قدم سوم مسئله سه روز روزه گرفتن پی در پی. در کدام قسم سه روز روزه گرفته شد؟ قسم منعقد. قسمی که قسم از چون جان بقصد و اراده قسم بخوره که والله بالله تالله در آینده ای کار میکنم یا نمیکنم باز خلاف قسم خودم کار کرد قسم شکستک بارزو باز اون سه اگه این قسمش با قرآن بود با کعبه بود با پیامبر بود نمیشه. با این چیزا نیست فقط این سه لفظ به کار شود. سلامت باشین. تشکر. خب پیام آیت مبارکه بگید جناب. پیام آیتی است که ما شما در رابطه با تمام امورات شرعی خصوصا در باب حلال و حرام تابع قرآن و سنت باشیم. یک قسم های بی جای نخوریم. دو و در قدم سوم وقتی که قسم میخورین باید به خاطر حرمت نام خدا و هم قسمتان که شکستاندین باید کفاریش بپذیرین بپردازین و همون فقرا و مساکین چیز مطابق شریعت و گپای ناحق و حساب قسم خوردن باید اجتناب بکن. سلام داشتین. یک نکته که استاد امی بحث میتونه بسیار این یک منسجم میسازه. نکته یک بسیار شما خوب اشاره کردید. تو مثال دو نفر میگه که ما امیر شب شنیدیم جناب استاد دو نفر با هم جنگ و جدال کرده بودن قسم میخورد و به می الفاظ شریع قسم یاد میگرد که ما والله اگر بانم یعنی پس امی ضرر رساندن یعنی هدفش ضرر رساندن بود پس امی یادم یک قسم یاد میکنه که ما والا گه یادم بارم تا حالا مرا فعلا زری ما مگه یعنی فرصت برسه مطرح میزنم پس یادم چی باید کنم شریعتی است اهل از اخلاق اسلامی استفاده بکنه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بله ببینین همون پهلوانی است که غضب و قهر خود کنترل بکنه عفو گذشت بکنه بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من عصا پیغمبر میگه سل من قطعک و عفو عن من ظلمک و احسن الی من عصاک آیت شریف است و جزا و سیئت سیئت بمثل فمن عفا و اصلح فاجره علی الله بسیار زیاد تشکر خدا شما را به سلامت داشته باشه استفاده ها کردیم امیدوار هستم که این بحث سرنوشت ساز و انسان ساز با دقت همه ما شما از جان و دل شنیده باشیم و در راستای عمل از خداوند توفیق بخواهیم به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست سوال و نظری داشتین در خدمت شما هستیم بابت اینکه چندین سوال شما فرصت بر ما دست نداد که بپرسیم از تک تک شما پوزش ان شاء الله اگر حیاتی باقی بود و از این دار انفجار جان به سلامت بردیم که جمعه بعد مطرح خاط کردیم اگر نبردیم دعای خیرتان نیاز هست تا دیدار بعد الان نگهدار شما باشه. Thank you.